از شما سپاسگزارم که تا به حال برنامه ما را همراه بودید. در بخش دوم هم یک ابتکار دیگر را انعکاس می دهیم. چهار فارغ التحصیل پوهنتون پلی‌تکنیک موفق به ساخت دروبات شدند که خصوصیات خیلی جالب دارند. برای شما هم خیلی متحیر کننده خواهد بود. ببینید که این دروبات چه کرده می توانند. چهار فارغ التحصیل پوهنزه انجینیری پوهنتون پلی‌تکنیک موفق به ساخت دروبات شدند. ربات نخست تانگ هوشمند نام دارد. و ربات دوم هم روبی است. تانگ هوشمند می تواند در صورت تماس با اشیای دیگر مسیرش را تغییر دهد، خط مشخص را دنبال کند و قادر به انجام کارهای دیگر هم است. این ربات می تواند اشیا را گرفته و انتقال دهد، اما سازندگان آن با کمبود موتور روبرو شدند که تانگ هوشمند را با آن مجهز سازند. روبوتی که شما ببینید به نام تانگ هوشمند است. خصوصیات که روبوت داره میتونه لاین که کشیده شد و خط تخریب میکنه با استفاده از سنسورهایی که داره، و دیگه خصوصیاتش هست میتونه محیط خسنس کنه با استفاده از سنسورهای تماسی، و خصوصیات دیگهش میتونه با استفاده از دسته فرمان از طریق بی سی کنترل شد. چند نفر در ساخت این روبوت شما دخیل بینید؟ برای چی هدفی را ساختیم؟ چی انگیزه باعث شد که این روبوت را ساختیم شما؟ انگیزه زیاد بود. ما طول 4 سال مزامینی که خوانده بودیم و لابراتواری که ما در دسترس داشتیم، این انگیزه رو به ما ایجاد کرد. ما باید همین چیزهایی که آموختیم با یک وسیله باید تطبیق کنیم و شما میبینین عملا. و این ربات توسط خودم و انجینیر صاحب سلطان حسین محمدی طراحی شدیم و این را طراحی کردیم و بالاخره تکمیل ساختیم. این نصف سلطان شما هم دخیل بودین، البته جمله 4 مسئله بودین که در این ابتکار دخیل هستین. این ربات به چه هدف ساخته شده؟ دایینده میتونیم که از این در کدام موارد استفاده کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علی سلام تمام دارم خدمت شما و تمام بیننده عزیز که ما رو میبینن. سلطان حسین محمدی هستم، مؤسس فارغ التحصیل از فارغ شده فارغ التحصیل از انجینیری کامپیوتر اینفورماتیک از پنتری بتخیل. بله، طور که سوال کردین یک نمونه لابراتواری است که ما یک نمونه است به حساب ساختیم که به اندازه وسایل از به اندازه توانایی و به اندازه تحصیل وجود داره در پنتون پلی‌تکنیک کابل، و در جای مختلف اگر دولت با ما همکاری کنه و وسایل در اختیار ما قرار بگذاره میتونیم بریم انکشاف بدیم و در یک جای استفاده کنیم. در جای مختلف میتونه در بخش نظامی، در بخش ملکی و در جای مختلف استفاده کنیم. عملا کار میکنه؟ بله. بفرمایید. البته کدام سویچ داره؟ اون سویچ که به خاطر برخش از مواصری فشار دارن به ازی برخ میده و بیتری داره بسید؟ بله، بیتری داره. بیتریش 7-2 ولت است که توسط او بیتری قابل چارج داره. فکر میتونه اینجا سه این روبوت بیشتر در ساحات نظامی مورد استفاده قرار بگیره نسبت به ساحات ملکی، به خاطر که لاین فالوور هم لاین ترکیب میکنه بیشتر ساحات نظامی ساعت نظامی هم نیاز داره و میتونیم در شبخانه‌ای که دویلچرهای استفاده کنیم و مریضا توسط خط کشیده میشه و خط به اتاقی که مریض نیاز داره وجه بره میتونه توسط از کنترول شده. بسیار. و اگر تچ کنه اینجا سب چطور تچ کنه با یک شاید اگر با یک بله وقتی تچ میکنه نظر به پروگرامی که رو پروگرام میکنیم میتونه تغییر مسیر بده. استاد وقتی با ماده تماس بله استاد بله. میشه نظر به مسیر پروگرامی که میشه نظر به سنسوری که دی نصب شده در سنسورهای تماسی وقتی با جسم تماس میکنه به صورت مستقیم و نظر به پروگرامی که میشه میتونه تغییر مسیر بده. هر وسیله برقی که قادر به انجام کارهای مشخص باشد ربات است. کار این وسیله برقی با انسان از بسیاری جهات قابل چشم پوشی نیست و در برخی موارد بهتر از انسان کار میکند. به این معنا اشخاصی که توان انجام بعضی کارها را ندارند نیاز استفاده از ربات به میان میآید. Thank you.
افغانستان اولین قدم را در ساخت ربات برداشته است و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل خواستگاه اصلی ساخت ربات در سطح کشور پنداشته می شود. اگر این ربات انکشاف داده شود و تحقیقات بیشتری روی این صورت بگیرد، می توانیم که در رسانه‌های ملکی و در رسانه‌های نظامی هم از آن استفاده کنیم، ولی نیاز است تا این دو ربات بیشتر انکشاف پیدا کند. گام های نخست برداشتیم. علم روبوتیک یک علم بسیار پیچیده و مغلق است و خصوصا بخش آرتفیشال انتلیجنس یا هوش مصنوعی حدودا 40 سال از روش تحقیق میشه، یعنی رشته کاملا جدید است در علم کامپیوتر ساینس و مثل فیزیک که 200 سال یا 2000 سال قدامت داره، آرتفیشال انتلیجنس تا بال انشتین و ادیسن خود پیدا نکرده. گام های نخست است خصوصا در افغانستان، کاملا گام های نخست است که ما برداشتیم، یعنی چیزهای بسیار ابتدایی که یک ربات نیاز داره، مثلا آبجکت اویدنس یا ای که اشیا را پیدا میکنه و مشخص تشخیص میکنه اشیا را و کوشش میکنه ربات خود نمیزنه، یک کار بسیار مغلق است که حدودا 20 سال 25 سال روی ازی تحقیق جریان داره، اما خوشبختانه در افغانستان تطبیق شد و مسئولین ما تانستن با مزامینی که داشتیم با زحمات استادای ما آموخته های 4 سال خود بالای این دو پروژه بالای این دو ربات تطبیق کردن. یا ربات دوم رو بینم دارد که توسط دو انجینیر دیگر ساخته شده و متفاوت تر از تانگ هوشمند عمل می کند. بی توسط ریموت وایرلس یا بی سیم هم کنترل می شود و در صورت نزدیک شدن به اشیای دیگر بدون تماس با آن مسیرش را تغییر داده و اسکرینی که در این ربات دیده می شود موقعیت و وضعیت آن را نشان می دهد. روبی یک خواب جکت وایدنس می تانه، از راه دور می تانه اشیا را شناسایی کنه و دیگر از طریق وایرلس میتونم که از راه دوری را کنترل کنم توسط کامپیوتر و توسط جویستیک. LCD هم داره اینجا سبزا. میبینین LCD به کدام هدف استفاده میشه؟ LCD به خاطر نشان دادن موقعیت ربات، مثلا نشان میده که ربات از شای چقدر فاصله داره، در کدام حالت قرار داره، در پروگرام کنم برش میتونم، یعنی تمامی وضعیت ربات را نشان میده. بله، مثلا دیگه ربات از یک شای چقدر فاصله، 10 سانتی 20 سانتی یا هر چقدر که نداره پروگرام پرش میتیموره. چرا ساوند لاسپیکر اگر استفاده میکردیم؟ فکر نمیکردیم که بهتر از آلومی بود؟ نظر به وسایل که ما داشتیم، همین امکانات، یعنی امکانات ما در اختیار داشتیم، در پیش ما بود پانتون، ما دو فقط استفاده کردیم. ما مثلا در اینده ربوت بگیم با سمت دستور بتیم برش، مثلا میگیم ربوت تون لفت، ربوت طرف چپ بره، نظر به سمت ما میتیم ربوت تصمیم میگیره. این کار ما میتونیم انجام بدیم، حتما میشه وسایل باشه، حتما این کار رو نمیتونیم عملا کار میکنیم؟ نه بفرمایید. یعنی شایی که در مقابل امیر روبی قرار داشته باشه رو تشخیص میکنه، دوباره برگشت مسیر میکنه. در کدام جاهایی نصب مورد استفاده قرار میکنه؟ جای مختلف استفاده کرده، جای مثلا در بخش نظامی که استفاده کرده، بخش ملکی در بسیار جای مختلف که استفاده کرده. فعلا ما بالای تو بجگی ربات استفاده کرده، ربات باید داشته باشه، ربات باید کنترل شده اوتومات و من و طریق انسان، ما فقط بالای ازو کار کردیم، میشه در بخش مختلف استفاده کرده تا اینده نظر به امکانات داشته باشه. وسایل مورد ضرورت برای ساخت این دربات از خارج کشور آورده شده چون در افغانستان وجود نداشت. ساخت هر دربات با هزینه شخصی $1,500 محصلان با کمک اداره این پوهنتون تمام شده است. ما ربات شروع کردیم، بعد وسایل پانت نقطه مقرار داده بود، منطقه در این پروژه بعد وسایل ضرورت میشد که ما نداشتیم وسایل. ما نظر به آشنایی که در خارج داشتیم، مثلا من از کانادا، از پاکستان، از هندوستان، از دبی بعد وسایل خواستم و حتی بسیار وسایل بسیار خرد و ریزه که وسایل مهمی نبود، مثلا یک پیچ متدبر چون به ربات ما جور نمی آمد اینجا یافت نمیشد، من از دیگر جایی میخواستم برم، بعضی های سیاک یافت نمیشد، من از دیگر جایی میخواستم شد. در وسایل مشکلات زیاد داشتیم، کل وسایل با هزینه شخصی خود من از کشور خارج تهیه میکردم،
و مشکلی بود که از خود قیمت وسیله که در قیمت رساندن از ما دیاتر خلاص میشه، قیمت پست که دکشه رایی میکنه. از این ربات میتوان در موارد نظامی و برای اهداف متفاوت و مشخص استفاده کرد، اما نیاز به انکشاف بیشتر دارد. در آینده بخش آبجکت افایدنس یا لاین فالاور که شما دیدین یا در قسمت های مختلف در زمینه های مختلف استفاده میشه، مانند شفاخانه ها، بخش های نظامی، شرکت های سلاسازی، قسمت های بسیار خطرناکه که انسان تواناییش نداره اونجا بره، مثلا فرستادن روبوت به غارهای کوها برای تشخیص معادن، پیدا کردن معادن و همچنان اگر امکاناتش باشه در کمپانی های سلاسازی میزایل راکت که راکت ها همیش سنسر داره، همیش حساس میکنه. بله قرار نداره، اما ما من حیث جوانان این کشور اما کوشش میکنیم یک گوشه از این کشوره که آباد بکنیم، یک چیز نو بیاریم، یک کار بکنیم که اولاد امی وطن یا هم ردیفای ما جوانان که هستن بتانن بعد از اینکه فارغ میشن هم وظیفه خود اجرا کرده بتانن. همه ارزیابی ها بر این است که ربات ها نقش مهم در جامعه پیشرفته ایفا خواهند کرد. با این حال ربات ها با انکشاف بیشتر از حال میتوانند و جای انسان ها کارهای خطرناکی را همچنان انجام دهند. هر دو بخش برنامه را دیدید. امید است علم روباتیک در کشور ما پیشرفت کند تا در عرصه‌های مختلف از آن کار گیریم. خب اگر شما هم سوژه برای برنامه خود یعنی شهر دارید، میتونید با تماس به شماره 077-77-23-881 یک بار دیگر هم تکرار میکنم 077-77-23-881 با ما در میان بگذارید. همچنان شماره تلفن را در صفحه تلویزیونتان هم مشاهده کرده میتونید. تا برنامه دیگر، در امان خداوند باشید.